سلام خدمت دوستان، ما با برنامه دیگه از مجموعه روایت یک کتاب در خدمت شما هستیم که هر هفته به وسیله شهر کتاب الف و مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ برگزار میشه. امروز من میخوام شما یک کتاب رو معرفی کنم که میشه گفت یک کتاب در ایران کم و بیش میشه نام کلاسیک رو گذاشت روش. کلاسیک در مفهوم بنیانگذار بودن و آغاز کردن یک جریانی که نه اینکه این اولین کتاب باشه در این زمینه، ولی خب تأثیر خیلی مهم می داشته بر اینکه یک ژانر، یک سبک ایجاد کنه و اون سبک و ژانر در حقیقت مطالعه اجتماعی ادبیات است که متأسفانه در ایران رشد زیادی نکرده. خب در حالی که من بارها بارها روی مسئله تاکید داشتم که بازنمای جامعه در هنر از مهمترین رویدادهایی است که در جامعه مدرن میفته، به دلیل اینکه هنر در جامعه مدرن دموکراتیزه میشه. هنر در جامعه پیش از صنعتی شدن، در جامعه فرض بکنید پیش از قرن 19، بیشتر متمرکز روی گروه‌های فرادست جامعه و میشه ازش استفاده کرد برای مطالعه اونها. البته شاخه‌هایی هم هست که به ما امکان میده که از اون هنر هم برای شناخت جامعه استفاده کنیم، مثلا فرهنگ عامه، هنر عامه و غیره. اینها هم هستند که از لحاظ تاریخی میشه روشون کار کرد، ولی خب اون بخش پررنگ هنر که در دسترس هم مونده، نه اینکه اون بخش عامه هنر کمتر باشه، ولی اون بخش پررنگ هنر، اون بخش اشرافی هنر هست که باقی مونده در قالب معماری کاخ ها، ادبیات به اصطلاح خیلی فاخر و غیره. اون بسیار پررنگه، اما از قرن 19 ادبیات شروع میکنه به گسترش پیدا کردن، سواد شروع میکنه به گسترش پیدا کردن، به دلیل اینکه دولت های دموکراتیک پدیده ملت رو میخوان به وجود بیارن که به اونها مشروعیت بده، و برای این احتیاج به این دارن که بتونن این ملت رو از لحاظ ذهنی ایجاد کنن، گذشته رو در ذهن او ایجاد کنن، آینده رو در ذهن او ایجاد کنن، انسجام اجتماعی رو ایجاد کنن، و به خصوص از زبان به عنوان یک ابزار انسجام دهنده استفاده کنن. به همین جهت است که هر کدوم مثل رمانتیسم ادبی نقش بسیار مهمی داره. ما ابتدا میبینیم که این مسئله، حالا بجز اون مطبوعاتی که باستانی هستند، چون خود مفهوم ژورنال و به اصطلاح روزنامه یک مفهوم باستانی است که از به روم میرسه بیشتر، ولی در دوران مدرن کتاب هست و روزنامه هست که این رو بر عهده میگیره. تقریبا میتونیم بگیم از نیمه دوم قرن بیستم که سواد شروع میکنه به گسترش پیدا کردن در کشورهای مرکزی، در کشورهای دموکراتیک مرکزی، کتاب هست که این رو به دوش میکشه. بین نیمه قرن 19 تا تقریبا بین دو جنگ جهانی صرفا کتاب و مطبوعات هستند که این کار رو انجام میدن. بسیاری از کتاب ها به صورت پاورقی منتشر میشه و بعد رادیو هست و بعد تلویزیون و غیره و غیره. این کتاب من یک داری به حاشیه رفتم، ولی این کتاب رو خب فکر کنم خیلی از شما هم میشناسین، چون جلدش طلایی سی مقداری دیده نمیشه. کتاب از سبا تا نیما هست. این کتاب شهرت بسیار زیادی داره، به همین جهت هستش که معرفی اون رو من بیشتر در کانتکستش کردم. شهرت بسیار زیادی داره، شاید خیلی از شما اون رو بشناسین. کتابی هست که نوشته یحیی آریانپور هست و چاپ اولش در 1350 منتشر شد در شرکت سامی کتاب‌های جی بی. چاپی که من اینجا الان دارم چاپ تجدید چاپی است که
در سال 1367 انجام شده، میگم در خارج از ایران بوده، انتشارات نوید بوده، ولی برای این کتاب کتابی هستش که من فکر میکنم که شما میتونید اون رو پیدا بکنید در کتابخونه یا در کتاب فروشی. متاسفانه من اطلاع ندارم که این تجدید چاپ شده یا نه، اما فکر میکنم که این کتابی هستش که به سرعت میتونید پیدا کنید. کتابی هستش که حداقل میتونم بگم که روی سیستم های دیجیتالی قابل یافتن هستش. این کتاب در اصلش دو جلد بوده، ولی این نسخه که من دارم البته نسخه هستش که دو جلد رو همراه با هم داره، در یک مجلد داره و تقریبا دو بخش دو جلدی که داره با هم در حدود 800 صفحه میشه حدودا. و این کتاب سوای این که البته رویکردهایی داره که رویکردهایی هستش که میشه گفت که تا حدی جانبدارانه هستن و ناشی از به هر حال انتخابی هستند که و گرایش‌هایی هستند که نویسنده داشته، اما کتابی هستش که فوق‌العاده ارزش داشته. این رو ابتدا مؤسسه انتشارات فرانکلین منتشر میکنه و بعد همجور تجدید چاپ شده و هست در روی سیستم های مختلف. و کتابی هست که به نظر من بنیانگذار یک ژانر هست و اون ژانر همین جامعه شناسی ادبیات هست. این کتاب شروع میکنه با به اصطلاح کار خودش رو از قرن 13 13 شمسی منظورم هستش و جلو میاد بر اساس نویسندگان مختلف و در هر بخش در واقع رابطه ایجاد میکنه بین نوشته های اینها و موقعیت اجتماعی که در اون زمان وجود داشته. فرض بکنید در اینجا از افراد بسیار زیادی صحبت میشه، از شاعران مختلف مثل سبا، نشاط، صحاب و وصال و دیگران، و از نثر نویسان به اصطلاح اولیه مثل میرزا رضی، فاضل خان، صاحب دیوان، قائم مقام و غیره. در هر بخش هم یکی از به اصطلاح نکات خیلی مثبت کتاب وجود یک سال شماره که در اون موضوع مطرح میشه. بعد در فصل دوم میره به قرن 13 و همین رو در شعر و در نثر بررسی میکنه و در انتها هم یک کتابنامه در اختیار شما میگذاره که البته مربوط میشه به زمانی که خود این کتاب منتشر شده. بخش فصل اول کتاب بازگشت هست که در واقع یک دوران انحطاط رو نشون میده و فصل دوم بیداری هست که با مشروطه شروع میشه و تا میرزا حبیب اصفهانی تقریبا میتونیم بگیم که ادامه پیدا میکنه. به همین جهت هم هستش که اسم کتاب، اسم زیر مجموعه کتاب در حقیقت تاریخ 150 سال ادب فارسی هستش. خب وقتی ما میگیم تاریخ ادب فارسی ممکنه این به ذهن بیاد که لزوماً کتابی است که تاریخ ادبیات، در حالی که واقعیت قضیه این است که کتاب تا آخر دوره قاجاریه رو در بر میگیره و رویکرد کتاب صرفاً ادبی نیست. مثال‌های بسیار متعدد و فراوان ادبی در کتاب وجود داره، هم نثر و هم شعر، ولی در همه جا تقریبا میشه گفت که کتاب چارچوب‌های اجتماعی رو هم ارائه میده. در فصل دوم همونطور گفتم از انقلاب مشروطه هستش و تا پایان قاجار بحث روزنامه‌ها مطرح میشه. روزنامه‌ها در اصطلاح
شهرستان ها مطرح میشه، حتی روزنامه های فارسی خارج از کشور مطرح میشه، بحث ترجمه مطرح میشه، اولین بار که ترجمه در ایران اتفاق میفته و کتاب های درسی به اصطلاح نوشته میشه. هنوز ما در این دوران هم با کوشش کسانی که در خارج از کشور هستند میتونیم کار رو انجام بدیم. برای اولین بار بحث نمایشنامه نویسی مطرح میشه و اینجا به تعزیه و شبیه‌خوانی، بازی‌های فوکایی، نمایشنامه نویسی جدید اشاره میشه و به شخصیت‌هایی که تأثیر تاریخی زیادی داشتن مثل آخوندزاده و میرزا آقای تبریزی و بعد به روشنفکران دوره مشروطه میرسه. دورانی که در کتاب به اون گفته میشه دوران بیداری مثل میرزا آقاخان کرمانی، روحی و میرزا حبیب اصفهانی. خب و در مجموع یک چشمانداز بسیار بسیار گسترده کتاب به ما میده، از آغاز اون چیزی که میتونیم بگیم که رشد ادبیات مکتوب هست که معادل هست با سواد، تقریبا در نیمه قرن 19 تا تقریبا همون سالهایی که میتونیم بگیم دهه اول قرن 20 هست و بعد از اونم کتاب‌های متعددی وجود داره که این کار رو ادامه میده، ولی هم که گفتم این کتاب یکی از اولین کتاب‌هایی است که با نگاه اجتماعی به قضیه نگاه میکنه، مباحث اجتماعی رو مطرح میکنه و غیره. و توصیه من برای خوندن این کتاب این هست که کتاب بیشتر در این جنبه به اصطلاح رویکردیش دیده بشه، در این اینکه چطور میشه به ادبیات نگاه کرد به عنوان یک به اصطلاح وسیله برای درک یک دوران، برای فهم یک دوران، برای تحلیل یک دوران و غیره، نه لزوما در تحلیلی که خود آریانپور در اینجا کرده. اینجا من وارد نقد کتاب نمیخوام بشم چون این برنامه اصولا برنامه نقد نیست بلکه معرفی هست، ولی ارزش این کار رو میخوام روش تاکید کنم که خب به عنوان کتاب بسیار مهم تا امروز هم باقی مونده و میتونه به شما نشون بده که وقتی ما میگیم مثلا جامعه شناسی ادبیات یا انسان شناسی ادبیات منظور ما چی هست. این حداقل کاری است که باید انجام بود، ولی که به دلیل اینکه الان از این زمان انتشار کتاب تقریبا 50 سال گذشته و من فکر می‌کنم که کارهای بعدی انجام شده ولی نه به اون اندازه‌ای که باید انجام بشه و بیشتر هم از جانب کسانی انجام شده که خودشون در حوزه ادبیات هستن و از جانب جامعه شناسان، انسان شناسان و غیره این کار بسیار کم انجام شده. مثلا ما الان کتاب‌های در حوزه جامعه شناسی ادبیات داریم، خیلیشون ترجمه هستش، ولی خب اینا هم کتاب‌هایی هستش که بیشتر اومدن خود جامعه شناسی ادبیات رو توضیح دادن، یعنی این رو نیوردن روی یک مصداق مشخص. ما نیاز هرچه بیشتری داریم که ادبیات نسبتاً گسترده‌ای رو که داشتیم در این حدود 200 سال یا 150 سال تقریبا از 1850 تا امروز که بیشتر از 150 سال میشه، 170-180 سال میشه، ما اینها رو بتونیم تحلیل جدید و بازنگری های اجتماعی و مدرن خوبی به اونها بدیم. پیش از این داستان کاملا متفاوت هستش و کار در واقع خیلی خیلی تخصصی است، در حوزه تخصص منم نیست، اونها دیگه واقعا ادبیات کلاسیک است، یعنی چیزی که مربوط میشه به پیش از قرن 19 و ادبیات مکتوبی که وجود داشته، حتی ادبیات شفاهی که وجود داشته، اسطوره شناسی هایی که وجود داشته و غیره. بنابراین این کتاب از سبا تا نیما تاریخ 150 سال ادب فارسی رو که اولین بار در سال 1350 شرکت سامی کتاب های جیبی اون رو منتشر کرده رو بار دیگه به شما توصیه میکنم، کتابی که در تقریبا
1000 صفحه هستش و به شما نمونه خوبی از یک کار توصیفی و تحلیلی در زمینه میده. بسیار ممنون از شما، تا هفته